چون تا حالا 40 بار تا حالا رفتم آلمان توی مدت 40 بار توی 15-16 سال 40 بار رفتم بیش از 140 بار هم تا حالا بیهوشی گرفتم 140 بار بیهوشی چند بارش این دکتر فرایتر میگفت نایت کاملا بسته بود من نمیدونم چجوری نفس میشه نفس میکشیدی میگفتن یه سوراخ خیلی ریزی وجود داشت که من به اون واسطه اطرافش رو دیگه میتراشیدم یعنی میدونستم اون نایه اینقدر به سوراخ تنگ میشده در واقع بدن شما یه چیزی تطابقی پیدا میکنه بعد مقاوم میشه به این قضیه تو آیا آدم عادی اگه یه دفعه مجرای هوایش تنگ بشه به اینقدر برسه اون آدم دیگه نمیتونه نفس بکشه ولی شما چون بدنتون مقاومت پیدا کرده دیگه با همون یه ذره میتونید نفس بکشید و خوش تقریبا تو وقتی اومدین که باز خیلی واقعی تره حالش میتونی یه موقعی حالشون باز یه مقدار بهتره برم بالا سر اول عراق عملیات شیمیاییشو بر علیه مناطق نظامی شروع کرد ولی بعد به تدریج شروع کرد استفاده از این سلاح بر علیه مناطق غیر نظامی طوری که تا آخر جنگ بیش از 30 بار بر علیه مناطق جنگ غیر نظامی ما استفاده کرد چه مناطق روستایی چه مناطق شهری مرزی که از حدود سال 95 85 یا 86 توی مناطق کردستان شروع شد توی بانه استفاده کرد بعد توی مریوان استفاده کرد و بعدش منجر شد به اون حادثه بزرگ سردشت که تقریبا تاریک ترین نقطه است در تاریخ جنگ شیمیایی توی اون جنگ 8 ساله ای ما به خاطر اینکه تقریبا میشه گفت اسفبارترین حادثه بود عده زیادی از مردم رو مصدوم کرد و بعد از اونم دوباره استفاده کرد من فکر میکنم یعنی تصور خیلی ها بر اینه که چون در مورد اون حادثه سردشت سازمان های بین المللی واکنش نشون ندادن در جوان 1987 هیچ اتفاقی نیفتاد بارها از سازمان ملل درخواست کردن که بیاد ببینه که علیه مناطق غیر نظامی استفاده شده واکنششون داده نشد عراق خیلی راحت در حلبچه از گاز شیمیایی دوباره استفاده کرد و منجر شد به اینکه 5000 نفر از مردم خودش کشته شدن شاید اگر همون زمان سازمان ملل شورای امنیت و جاهای دیگه واکنش سختی نشون میدادن ممنوع میکردن استفاده از این سلاح رو توسط عراق هیچ قطعنامه‌ای صادر نشد هیچ این حادثه حلبچه اتفاق نمیافتاد الان مشاهده میکنید یکی از محلهای اصابت بمب شیمیاییه که میتونید دقیقا تو عکسم مشاهده کنید وضعیتش رو در هنگام بمباران مغازه‌ای که بمب خورده بود بهش کاملا تخریب شده بود و ساختمان روبروی که میبینید الان روبروی همین مغازه است اون سالم مونده بود صدای انفجار بمب زیاد شدید نبود
و از نظر تخریبی هم قدرت تخریب زیادی نداشت. فقط گازش پخش شد و به سمت پایین شهر به اصطلاح گازا پخش شد در سطح شهر. همین ساختمونی که مشاهده میکنید محل اصابت یکی دیگر از بمب‌های شیمیایی که هنوزم آثارش باقی مونده. بعد از چند ساعتی کم کم اثرات گازها روشون خیلی زیاد شده، شدید بوده و بیشترشون شب اول شهید شدن. مناطقی که اینجا میبینید، چه مغازه‌هاش، چه منزلهایی که داخل این کوچه میبینید، بیشترش توسط دو بمب شیمیایی که اصابت کرده به این کوچه مصدوم شیمیایی هستن. همین جمعی که الان نشستن رو فرش و دارن چای میخورن، اینا بیش از 4 نفرشون مصدوم شیمیایی. پنج نفرشون مصدوم شیمیایی. ایشون هم که الان میبینید، مشاهده میکنید، یکی از مصدومان شیمیایی هستن که 70% میباشن و به شدت مصدوم شیمیایی شدن. این آقایی هم که تشریف آوردن، باز 7 نفر از اعضای خانواده شهید شده و خودش هم یکی از مصدومین شیمیاییه که وضعش بسیار وخیمه، بیشتر اوقاتو در بیمارستان و یا در خونه بستریه. زمان بمباران اینجا بود، الان منتظر شده. بمب افتاد اینجا، شما هم اینجا بودیم؟ بله اونجا بودم. هم مغازه که من اینجا بود؟ بله. یه پسرم شهید شد، اون پشتون انداخته بودم. پسرتون هم اینجا تو مغازه؟ بله آره والله، توی مغازه رفته بود خونه، آمده بود اونجا زده بودم بهش. من بهش رفتم بهنه، تا بهنه چشمه هم کور شدن، اونم پسرم حالا هم ندیدم. بعدم بردن تبریز، از تبریز هم بردن اصفهان، چشمه نمیدید. بعدم رفتم تهران، یه ساعت توی بیمارستان شهید رجایی بودم. بعدن آمدم عمومی، از عمومی تقریبا دو سه من اونجا موندم. باز آمدم همدان، یه دو ماندم همدان موندم. بعد رفتم تبریز، تبریزم زیاد موندم. حالا میتونی کار کنی؟ نه والا هیچی نمیتونم. تعمیرم خانم نزدیک سه دو بچه ها دو میشینم. نه من نمیتونم، هیچ کار کنم. بس الان اینجا چی کار میکنی؟ الان نشستم توی خانه، نمیتونم. حالا اکسیژن بزرگم دارم دایمون، الان اکسیژن توی جیبم. کی پس برات کار میکنه؟ کسی، خدا. اون حقوقم بهم میدن، اینو میخوام. همینجا هر سال نمونه برداری میکنم. اینجا. خواستم ببارم؟ آره. چرا میخواستم ببارم؟ این سمنه تا تراشیدن تا همه سیاه شده بود. آها دستی سیاه شده؟ آره آره. میخواستم ببارم، دخترم گریه کرد گفت نمیخواستم ببارم. یک دختری بود همیش تراشید تا اینجا. یک کمی خوب شده. هر سال نمونه برداری میکنن اینجا. نه نفر شهید شدن، خونه بالاتر 7 نفر، همون خونه دیگه 7 نفر، خونه بالاتر از اونجا 2 نفر و این خونه روبرویی هم باز 4 نفر شهید داشته توی این کوچه. Say no, like
شما همینجوری بسیار نسبتی دارین با این آدم ها که روشو گل میریزین؟ بله، بهترین دوستم که در دوران شیمیایی که با هم بودیم، در دوران دبیرستان که با هم درس خوندیم، گورشون اینجا هستن. حالا اونا به رحمت ایزدی پیوستن، ما هم حالا زنده ایم، ولی ما هم درد اونا رو داریم میکشیم. یه روزی من هم به حال اونا دوچار میشن. سال 1966 تیر ماه بود که بمباران شیمیایی شد در سردشت. منم در اون جریان، همین که رفتم سرچشمه بالای شهر، دیدم که دوستام، خانواده دوستام همشون شیمیایی شدن، منم به کمک رفتم که به این حال روز افتادم. حالا هم که اگه اوایل بهار میشه دیگه اصلا نفس تو گرون قطع میشه، یعنی با وجود این اول ثمره ازدواج که کردم، سال خیلی دیر ازدواج کردم، سال 75 بچه به دنیا آوردم، بچه‌م تو شکمم مرد از بس که من خودم نمیدونستم عوارض شیمیاییه، اونو خفه کرد تو شکمم. حالا هم ثمره این است، دو فرزند دیگه دختر، روی اینا هم دیگه تحت نظر پزشک بودم. حالا هم که هنوز دکترها گفتن که نباید دیگه حامله بشی و بچه دیگه به دنیا بیاری، چون عوارض شیمیایی رو برای بچه های دیگه خطر داره. چه ناراحتی داری؟ تو سینم، من تو سینم خیلی، هر وقت بهار میشه یا زمستون میشه دیگه گرون صدای ازش در نمیاد. حالا هم به اون حال هستم، نمیتونم اصلا چند متری بالایی برم، یعنی اینقدر شدیده عوارضش. تو سربالی هایی که بریم تنگ نفسی هم خیلی شدید گیره، یعنی احتیاج به کمک های مراقبه. حالا بدون اجازه همسرم اومدم بیرون، مثلا رفتم رو قبر دوستام و بعد فامیلامون هستم. اینجا کلا این سیستم و این مرکزی که ما الان داریم ارائه خدمات میدیم اختصاصا برای جانبازا افتتاح شده و مخصوصا جانبازان و مصدومین شیمیایی، چون سردشت در جریان بمباران شیمیایی بیشترین مصدوما رو داشته و نوع مصدومیت شیمیایی یه طوریه که عود میکنه. ما نیاز داریم که اینا رو مراقبت بکنیم، یعنی همیشه تحت نظر پزشک باشن. حالا چون به اصطلاح 15-16 سال از زمان بمباران شیمیایی گذشته و اینا هی بیشتر دارن به اصطلاح حالتهای شیمیاییشون، پوستیشون، خارششون، التهابای سینه‌شون، کلن همه چیشون داره عود میکنه، بیشتر و بیشتر میشه، ما یه ویزیت دوره‌ای برای جانبازان و مخصوصا مصدومین شیمیایی گذاشتیم که اینا را هر از چنگاهی 2 ماه یک بار، 3 ماه یک بار دعوت میکنیم جانباز با خانوادش که برن پیش پزشک خانواده که ما اینجا برایشون گرفتیم آوردیم. میرن پیش پزشک، شرح حالشون رو میگن، مشکلاتشون رو میگن، سرایت کرده، سرایت نکرده. اگه اینجا تونستیم کاری براشون بکنیم، اکسیژنی باشه، اسپری چیزی باشه بهشون میدیم. اگه نتونستیم، آمبولانس داریم اینجا مرکزیمون، اعزام میکنیم به مرکز استان. ما خیلی ها را داشتیم که قبلا این سابقه نداشتن، هیچ آرزه ای نداشتن،
به خاطر اینکه تماس داشتن، همزیست بودن، به ازاد توی سخت زندگی کردن، براشون مشکل پیش اومده. یعنی دوچار مثلا هم مشکل تنفسی شدن یا پوستی یا؟ بیشتر پوستی. پوستی. بیشتر پوستی. چون همون زمان بمباران هم به اصطلاح بیشتر مردم که نمیدونستن نوع بمب شیمیایی چطوریه، میرفتیم مثل بمباران های دیگه میرفتیم کمک، مجروح ها رو برمیداشتیم. مثلا میدیدیم که مریض افتاده، مصدوم افتاده، تاول داره بلافاصله بعد از بمباران، نیم ساعت، یک ساعت پس از بمباران. ما میرفتیم اینو کولش میکردیم میبردیم بیمارستان، اینو کول کردن که مثلا تاولش میافتاد اینجا پاره میشد، بعد اینکه من بیمارستان میومدم خونه میدم اینجا منم تاول شده. یعنی خیلی مستقیم، خیلی سریع به من سرایت کرد. حالا همون داره سرایت میکنه، منتها یه خورده خفیفتره، یه خورده ضعیفتر، مثلا طول میکشه. مثلا آقا و خانم که با هم زندگی میکنن، آقا جان باز تاول داره مثلا چیز میشه، بعد دو ماه مثلا خانمش هم میگیره، منتها زودی پاک میشه، لکش میمونه. لکش میمونه، لکه‌های پوستی رنگی قهوه‌ای اینا میمونه. الان خیلی راحت مشهوده. این دست هم از سره فکر میکنم و مطمئنم اگه توی یک کشور اروپایی زندگی میکردم این مشکلاتی که من الان دارم اصلا منو بازنشسته میکردم، باید تو خونه فقط میشستم با این مشکلاتی که من دارم. ولی اینجا نمیشه، اینجا باید کار بکنم، زندگیمو بچرخونم. من تابستون که میشه تمام زیر بغلم، تمام اون جاهایی که تاریک و مرطوبه، آفتاب نمیزنه، میسوزه. تابستون که میشه به اصطلاح ما همه فکر میکردیم بیماری قارچی داریم، ولی نه، الان مثلا پزشک متخصص میاد گاهن ما رو معاینه میکنه، میگه شما ناشی از مصدومیت شیمیاییه. یه موقع مثلا من الان جوان 27-28 ساله هستم، نمیتونم 100 متر بدوم، فورا خسته میشم. اینو من میذاشتم به ناراحتی قلبی، یا مثلا میگفتم تنگ نفس دارم، خدا من اینطوری آفریده، ولی دکتر میگه آقا شما مشکلتون اینه. اسپیرومتری که من میگیرم، من مثلا یه جوان 27 ساله مودریت نشون میده، یعنی من انسداد مثلا حد وسط ریوی دارم. چرا من باید اینطوری باشم؟ خب معلومه یه مشکلی دارم. چرا مثلا قبل از ماها اینطوری نبودن؟ همینطوری میذارم، همینطوری میذارم پشتی گردن اینو اینطوری، اینطوری اینو میذارم، اینو یعنی داد صفر میکنم، اینطوری میخوابم. چه موقعی بود؟ کجا بودین شما؟ تو خیاب، تو بازار بودم، وسط شهر، پشت سرچشمه. نزدیک محل بود؟ آره، نزدیک محلش بودم. چیکار کردین بعد؟ والا اونجا راه میرفتم، میخواستم برم جایی. موقعی هواپیما زد دیگه من اونجا رد میشدم. چیکار کردین؟ رد میشدم، از اونجا میرفتم. آره میرفتم از اونجا. بعد عکس‌العملتون چی بود؟ عکس‌العملم شما افتادم اونجا، چون نزدیک بودم. مثلا گرد و خاک و مثلا بوی، بعد تقریبا سینما گرفته بودم، دازه چند دقیقه اونجا افتادم، دو دقیقه حدودا افتادم، بعدم بلند شدم اومدم خونه. اومدم گفتن شمیه عزت، شمیه یه بوی اومد، بوی خیلی بد. نگاه کردم شبارم چرا نیومد، وقتی اومد حالش خیلی بد بود. رفتم گرفتمش، گفتم چرا اینجور شده؟ من نمیدونم الان، حالم خیلی بده. اومد حمام کرد، من لباسش شستم، نمیدونستم که اینجوری میشه. دست و صورت من کمی سوختگی پیدا کردم، اونم حال خیلی، حالش خیلی بد بود. دست و صورتش، پوستش اومد پایین. گفتم چرا اینجور شده؟ نمیدونم الان، چشمم نمیبینه. رفت بیمارستان، تقریبا دیر بود. یه برادر شوهرم اومد، گفت برادر شما
احزام کردم. من خیلی شوخی میکنم والله. یعنی من رفتم حال خودم خیلی بد بود. رفتم بیمارستان گفتن به هر بستری شی. من یه بچه شیرخواره داشتم. من نمیتونم. این عکسمو مثلا بعد از 3 ماه گرفتم. گرفتن این مثلا برای مونده تو بیمارستان امام رضا مشهد بودم. تو اونجا به من خیلی کمک خیلی خدمت کردم. دستشان خیلی ممنون ازشان. این مثلا برادرم همراهم و دیگه تقریبا 4 ماه تو بیمارستان همراهم بود. این مثلا قطره میریزد تو چشمم. وقتی این قطره چشم نمیبینی میریزد. الان نابینا هم تقریبا 3 ماه خورده نابینا بودم تو بیمارستان. ولی بعد 3 ماه 15 روش این برادرم گفت چشم ای دکتر چشم میگه میبینه. من گفت از من سوال کرد گفت چشم گفتم چشم میبینه. گفت چی تو گفت تو چی من پوشیدم. گفت پیرانی آبی. گفت الان من رفتم با دکتر گفت دکتر خوشحال شد دیگه بینایی پیدا کرد. بعد از 3 ماه 15 روز این عکس های ما گرفتن. خب شما خودتون چی؟ شما خودم دست و صورتم حالت یه سوختگی پیدا کرد. سرفه کردم. استفراغ کردم. نظرم بخواه. وقتی گفتم بچه شیر خیره دارم نمیتونم از اینجا بسته بسیم. نمیتونم. آقا چی کار کرد؟ هیچ کاری نکردی؟ رو موقع نکردی این کار رو بکنی؟ گفتم علتش شستم و مرحط و اینجا چیزا مصرف کنیم. خوب میشه. ناچار بودم این کار کردم. حالا نمیتونم از راه برم تا اینجا نفذی پیدا میکنم. صرفه کنم زیاد. چشمان بودیم. به این پوست این پوست هم که بعد از 15 سال یهو یه به اصطلاح تاول کوچیکو بیرون اومد که تبدیل شد به پشتم و جلوی اینم که هنوزم اگر پشتمو نگاه کنیم مشخصه که ازم کرده عمومیه. بله کدوم بود اول؟ یک قسمت از پشتم در اومد. یک قسمت از این بسه این یه خاله کوچیکو در اومد یه باشه باز به اصطلاح سرایه که به جلوی سینه و اینم که حدودا الان بدن مشخصه. یا اون وقت بعد همجور رفتم اون بدنتون رو گرفت؟ بله ولی خب آقای بنیاد جنبازن ازم کرد ارومیه اونجا آمده و کردن به وسیله درمان و اینا که هنوزم بیشتر پشت هم مشخص اگه پیرن رو در بیارم اینا در بیارم تو میدان فوتبال بودم یهو از بالای میدان فوتبال که نگاه کردی ها به من عرق اومدن. از اونجا دیگه گفتم بچه خونه ما رو زدن. بچه هم گفتن چیزو تشکیل زدی؟ گفتم مشخصه چون میدان فوتبال مسلط به شهر بود دیگه بازور اومدن پایین نزدیکه خونه خودمون. وزارت اطلاع جلومون گرفت که کجا میری؟ گفتم بابا میخوام برم داخل شهر. گفت بمباران کرده. گفتم خوب بمباران کرده خونه ما رو زده. دیگه وقتی رسیدم خونه مادرم و داداشم و زنداشم اینا کلا تو زیر زمین بودن. دیگه من به چون تو چیز بودم تو جپه جوری که بمبارشی به زن سرباز بودم سربازی که تموم کرده بودم متوجه گاز چیز شدم خردر شدم. ولی وقتی تو خونه رفتم دیدم مادرم تو زیر زمین کلا دیگه در حالت بیهوشی هستن یهو خودم فکر کردم گفتم خب اینا که دارن میمیرن من چرا زنده باشم. رفتم با اونا نشستم ولی خب دیگه یهو یکی از امدادگرای سپاه اومد ما را صدا زد. دیگه ما هم همینجوری به حالت خیلی ضعیف گفتیم که زیر زمین هستیم. گفت بابا بمباران کرد شما چرا رفتی زیر زمین؟ شیمیایی زده. یه گازی زد تو زیر زمین حدود تقریبا دیگه 10 دقیقه ما اصلا بیهوش شدیم. بعدن سر حال اومدیم رفتیم خونه خانم که نام زدن بود. دیگه بعد از نیم ساعت بدنمون تاول در آورد و عرضم به صرفه شروع کردیم به صرفه کردن اینا. شب دیگه اعزام کردن تهران. شما موقع که بمباران شد کجا بوده؟ والا من خونه خودمون بودم. خونت نزدیک بود به اون جایی که اون بفتاد؟ زیاد نزدیک نبود ولی شهر بود تو که دیگه توش اومد ما همه احساس کردیم. بله ما زود رفتیم همون آب ریختیم رو سرمون. میدونستیم؟ بله میگفتن مردم میگفتن اگه شیمیا یه دفعه زد شما برید تو همون آب بریزی رو خودتون. دیگه من بعدا خونه نامزدم اومدن خونه ما با اون نرفتم تهرون. ما با اون نبودم.
بعد شما اون موقع همون اوائلش اینا هیچ ناراحتی احساس نمی کردی؟ نه اصلا ناراحتی نداشتم ولی سینم زیاد تنگ نفس شدم همون موقع ویلا چشمم کمی بود زیاد مثل اونا نبود من خوبتر از اونا بودم اونا داداشش دوتا بچه داشت من از اونا نگهداری می کردم از همشون مادر شوهرم خیلی تاول زده بود پیرهنش نخی بود تاولش خیلی زیاد شده بود من دیگه پیش اونا بودم پرستاری میکردم شما یعنی هم تنگی نفستون و اینا رو از همون اول بله. روز اول بله. احساس کردن بله. حالتو بله ولی به خاطر اینا من چون خوبتر بودم فقط پرستاری میکردم از اینا بعد اون موقع که بچه دار شده به شما نگفتن که مثلا شما بله. احیانا اگه بچه دار چرا گفتن دکتر هادی بود بیمارستان شهید سمران من صدا کرد گفت الان که نامزدی من میخوام این حرفای بهت بزنم اون که میخواد شوهرت میشه یه سرماخوردگی ساده میاندازت زمین مثلا ناراحتی اعصاب پیدا میکنه باید این رو تحمل کنی از الان بهت بگم شاید بچه دارم نشی ولی چون من دوستش داشتم همه را قبول کردم بعد وقت شما رو تست کردم ببینم بچه دار میشین یا نه؟ نه خیر ولی گفتن چون شیمیاییه بچه دار نمیشی بعد این ما که اومدیم اینجا معذرت میخوام نتونست دیگه بعد از دو سال که بچه دار بچه اولمون ناقص به دنیا اومد هفت ماه هشت ماه و نیمه به دنیا اومد دیگه مرد اون بعدم زودتر از موقع مثلا به دنیا اومد بله دیگه زودرس بود تک اصلا یه جوری بود بچه بعد دکترها گفتن نباید بچه دار بشی چجوری بود؟ والا گفتن نباید به این زودی بچه دار بشید ببینیم تا این تحت در من بود بعد اینکه بچه دار شدیم الحمدلله بچه دوم خوب بود شب دیگه شب بازم خراب به مزی که دراز کشیدیم اینجا همون شروع میکنه خارش دیگه خارش هم که شروع کرد صفه شروع میشه تمام بدنمون آب در میاره نون خوش میخوریم شربت میخوریم شربت دیگه اینقدر شربت های کدی خوریم دیگه یعنی به بدن سازگار نیست مثلا یعنی هر نفرش یعنی یه آدم عادی این کپسولایی که ما میخوریم این شربت هایی که ما میخوریم دیگه یارو معتاد شربت کدینه اینقدر که من شربت کدین سر میکشم دیگه الان بس تو کوچه میافتادم ولی چون شیمیایی به سریمون نرفته دیگه جواب نمیده باش یعنی من یه شربت کدین همینجور درز نیم سر مثانیه بالا میکشم این آمپولای یک میلی دیگیست و من یعنی زمستون بعضی روزا شده 6 تا زدم به خودم آمپسیلین 500 من خدا وکیلی دوزدگی سته میخوام که عفونت های سینم وستایی کمی کمتر بشه ولی یه زمان کوتاهیه دوباره شروع میشه مخصوصا دیگه شبا ولکن نیست تا صبح باید همینجا بشینم پنجره رو باز کنم و این اکسیژنم که روشن میکنم صدا داره دیگه بچه بعد وقت خوابشون چیز میشه مجبور میگم اینجا میشینم تا صبح قطر دروس کنم بعدن بله 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 این برای چی مصرف میکنید؟ برای تنگ نفسی نفسم میاد نرم وقت ناراحت شدم این میزن یعنی چه فرق میکنه با اون؟ فرق با این فرق میگیرم اون قطره فقط این مال اکسیژنه اون اکسیژن بله
آخ چه موقع مثلا اکسیژن استفاده میکنی؟ چه موقع این استفاده میکنی؟ وقت هست صحه ناراحت شدن اون صحه میزنیم هست صحه فقط هست وعزی خوب نیست اگر اون نیست از بین میرم شما اون موقع که به اصطلاح بمب انداختن اینجا چی کار میکردین؟ تو اداره بودم مرکز بزرگی اسلامی انا کارتی اونجا دارم اگر بیارم کردن داشتی کار میکردین؟ با مرکب زوری اسلامی بودم برای اداری بودم مرکزی چی؟ شورای اسلامی شورای اسلامی؟ شورای اسلامی آها روحانی، مال روحانی بودم روحانی بودین؟ پیش اونم کار کردم سرایدار بودم آها اونجا ولی فاصله زیاد بود با اینجا تقریبا دمیتر میشه هر دمیتر فاصله داره دمیتر بله یک چیز ریخته توی اون چیز لباسه تو پنجره شیشه پاره شد ار روی شیشه اومدی تو من وطاقی سماوار و چیز اونجا بودم وقتی اگر ریخته توی لباس و چیزم دیدم فینر کردم وقتی فینر کردم تقریبا دو صحات یا صحات طول کشیده چهار صحات رفتم نمیدونم هلاری احمر بود نمیدونم کجا بود اونجا امپول زدن اونجا اگه امپول زدن گفتم به این اعظام کردم همش رفت توی ماشین و رفت نمیدونم شب بود روز بود وقتی به تبریز رسیدم تقریبا اونجا من تا وقتی تمام شد مرخص کردن و اومدی چند وقت میدونم؟ به نظرم نمیدونم داخل در روز به دواز در روز به نمیدونم والله خوب دست یاد نیستم حالتون چجوری بود؟ حالم بد بود خیلی بد بود اون بدن و چیزا ببین نه خیلی کارت چیز کارمندیه آها جمع ده پرسی فقط هیچ خب اون موقع چیز بود میگه حالتون بعد زمان بدنتون سوخته بود همش اینم همش کمپلیت موقع که پدرم آوردن دم در دیگه تا دم در آورده بودن اون موقع که اومد دیگه چشاش یه جوری بود نمیدونم چطوری بگم سیاهی بدنش از بین رفته بود ولی تاولاش مونده بود دیگه ماده سیاهی مثل ماس بود بهش داده بودن با چند تا قطره های اسمشو من یادم نیست دیگه حدودا چند ماهی ما خونه خلاصه حموم میکردیم ایشونو داروهاشو میزدم خودم خلاصه پانسمان میکردم تا اولاشو دیگه من اصلا فکر نمیکردم یه روزی پدرم مثل اولش بشه یعنی مخصوصا اینجاهاش دیگه اینجاها یعنی چطوری بگم اینجاهاش کلن همون سیاهیش مونده بود تاول داشت دیگه من یعنی شما ایشونو میدیدین هیچ وقت نمیگفتین ایشون یه روز مثل اولش میشه و پوستش دیگه سفید میشه مثل اولش سالم میشه خلاصه تا اینکه ایشون مادر همین جوری خلاصه ناراحتی پوستیش کم خوب شد کم کم خوب شد ولی متاسفانه ناراحتی های ریوی و تنگ نفس و سرفه‌هاش دیگه خیلی زیاد شد تا اینکه یکی دو سال قبل متوجه شدیم که ایشون مبتلا به سرطان خون شدن شما کجا بودین موقع که بمب افتاد؟ لمالی ما مجمع بود حتما گرید حتما خواهر لبی بود خونه این مجمع بود؟ وقتی اگر گزدت خونه اون مزمه بود؟ لیلی گزاری، مالی مزمه بود حتی گشت مو مالی توزکی دیگر لگرود و سوگرود هیچ کسی شیلی نبود بسن بیت سکانم چکولا بود لطای بیت سکانم هر خونه بود شما تانا خونه بوده؟ نیست شونه بود من جایت متوجه نمیشم این میگه من خونه یکی از فامیلان بوده که برگشته بچه ها تنها بودن اینجا کوچک هم بودن بعد از ترس اینکه بچه ها چیزشون نشه یا زود برگشته خونه دیگه تا مسافت هم تا که رسیده خونه تا رسیده خونه دیگه
میگه کم کم منم شروع شد دیگه گرفته جین. الان ناراحتی تنگ نفسی داره، چشاش هم خیلی سوزش و اینو درد و اینا داره. یواش یواش. حالا سیستم از بیمارستانی دخوام میخوینه. همیشه اکسیژنم پیوایه. اینا هم زود بستری میشه. الان تنگ نفسیش خیلی زیاده، سوزش داره. تنگ نفسیش هم خیلی زیاده. بچه‌ش ماشینم خیلی ضعیفه. حالا این تازه تو تهران بستری بود آوردیم خودمون. حالا مثلا میگن این حالا سرطان گرفته یا این مثلا ناراحتی روی، اینایی که سالمن خیلی وضعشون بدتر از اوناست. خدا شاهد همین داداشم هم که الان متاسفانه زن و بچه‌ام دو سال حدود 3 سال میشه ازدواج کرده ولی هنوز بچه دار نشدن. بعد ایشون نمیتونه شبا دراز بکشه. یعنی خدا شاهد الان شما ببینین ایشونا شبا که میخواد دراز بکشه اینجوری باید چیز کنه. یه چیز بلندی بذاره اینطوری. زنش تعریف میکنه میگه بعضی وقتا از صدای خسخس بلند میشم، میگم بلند شو نمیتونم. خلاصه اینی که از همه بهتره اینه. خودم هم متاسفانه همیشه سرفه و یعنی الان دفترچم و در سال باید چند بار من تعویض کنم فقط به خاطر چیز سرفه های پی در پی سرفه و نمیدونم ناراحتی های سینه و خلاصه. منظورم اینه که اونایی که سالمن وضعشون از اونا خیلی بهتر نیست. یعنی کلن خانوادتن من احساس میکنم هم تاثیر اون شیمیایی باشه. این ابزار کار بابام بوده، اون وقت که 25 سال سن داشته اینو 150 باری به سنگ زده این بدون نگه داشتن. الان هم که دوم آورده همون مال اون وقت هست. علمی اولی موقع این شیمیایی زد چون همین بچه داشتیم 17 سال بود بچه دار نشدیم. بخاطری همین بچه فرار کرد آمد تو خیابان. آمد تو خیابان دنبال این آمد و اینم گفتم فرار کن، این فرار کرد رفت. ولی من همونجا بودم. موقعی که اینم ناراحت بود هر روز این از گوشت میخاری خارج داشت و فلان و اینا، یهو اینجا دیگه یه روز گفت بیا، گفتم چیه اینجا دیگه، یهو استفراغ خونی کرد بردم ارومیه، بردم تبریز، دیگه چاره نبود، تمام شد، اونم رفت. یه برادری دیگم با خودم بود، همونجا با خودم اونجا بودیم، اونم نه آمد بستریشه، گفت من دارم بچه دارم من میرم خونه، بالاخره نخوابید. سوشه تا حب و قرص و شربت و اینا گرفت آمد از ارومیه، آمد تا ارومی بنا خوابید. اونم آمد اینجا دیگه ناراحت شد، اونم مرد. چند تا از خانوادتی مردن؟ زنم همین طوری بود، مادرم همین طوری، اون برادرم، هره تا تا سه تا مردن. سه تا؟ سه تا مردن از اونا. بخاطر همین چیزی؟ بخاطر همون شیمیایی، سه تا مردن. حالا خودشم دارم هم مردم دیگه، زنده هم نهش میزنم، ولی هم مردم، نتونی چی کار بکنی، نتونی چی کار بکنی. این موقعی که بام مفتن؟ اون وقت من دقیقا یادم نیست، ولی تا چیزایی یادم پلوی بابام بودم. بابا منو فرستاد منزل، اون وقت که شیمیایی رسد. ما اومدیم رو همین کوی ایستادیم. اون وقت هم مسیر باد از اینجا میرفت. از اینجا که میرفت مسیر باد اون دیگه بود پایین، نمیومد بالا. دیگه ما اومدیم رو کوه نشستیم. به مردم اعلام میکردن که مثلا مردم برن رو کوها، بیشتر رو کوها بیستن. خونتون فاصله داشت پس؟ همینجا بود، دقیقا چهار رازه. این 500 متری میشست. 500 متری نمیشه، 900 متری میشه. 500 متری میشه، زمان من جا بودیم دیگه. پس چرا مادرت فوت کرد؟ آنم که دنبال من اومده بود، من اومده بودم منزل. زودتر اومده بودم از بوم. دنبالش میگه ببین کجا؟ اون وقت که شیمیایی رو زد، من اومده بودم منزل. و
بعدش مامانم دنبال من اومده بود، من دو نفسرش بودم اون وقت، اونم اومده بود شیمیایی رو گرفته بود اومده بود بالا. Now to show you a few examples, here is the cleaning of impermeable rubber suits with a sodium hypochlorite solution, part one. Again, the principle is from the top to the bottom, from the front to the back, and it has to be done very thoroughly. Because this person is removing his equipment, putting his mask off later on, and you don't want him to die because somebody didn't work thoroughly. Estimated time to decontaminate a person with that method between 5 and 10 minutes, plus, remember, 15 minutes reaction time, plus 5 to 10 minutes to wash off for one person. It's not done, yes, come in, we clean you, okay, go out, you're clean. It takes time. And applies to all equipment, rifles, weapons, radio communications, whatever. And the last part, showering. I had a discussion for 13 years why we should keep the mask under the shower on, because there is no canister on it, there is no protection anymore. It's a matter of believing. I didn't get a good answer on that yet. And I haven't seen in the last 20 years a perfect solution for any of this problem. Good solutions on this area, not so good on this area, but nothing which really merges the advantages of all methods and to produce a perfect method. Unfortunately not. The best way of contamination control and decontamination is not to get contaminated. That's the absolute best method. If you can avoid it, perfect. Thank you very much. And after that period in the, during the Iran-Iraq war, Iraq used chemical agents against the civilian population and against the residential areas. Here's Abadan, one of the cities in the south part of Iran, which Iraqi used the chemical agent, and you can see the United Nations fact-finding team with this detector, which shows that 4 positive present of the chemical agent 10 days after chemical bombardment with Masar and the The event that we're involved in at the moment has in fact brought members of the medical community from our member states together in Iran to study the effects of chemical weapons firsthand on patients that have been affected by chemical weapons, and to have the chance to meet with and to learn from doctors who have dealt with these problems. Iran, unfortunately, is one of the countries in the world that has experience of this. But of course that is an experience which offers an opportunity for the medical professionals of our member states to learn and to obtain experience that is not obtainable anywhere else in the world. Hello. Thank you very much. چه سالی شیمیایی شدیم؟ سال 65 سال 65 کربلای 5 شلمچه
he had gas exposure at about 70 years ago. About one year ago, he come here because of this skin lesion, and we can see on his skin vesicle, purple pigmentation and ulceration secondary to severe pruritus. You can see closely hyperpigmentation of this lesion. The ability to gain from real practical experience, and in many cases what we read about in the books based on theoretical solutions to these problems simply doesn't work in the field. And when we talk to the Iranian doctors about, for example, the very real practical problems of dealing with hundreds of chemically contaminated patients simultaneously, and we see the solutions that they developed in the field, we receive pointers and guidance so that mistakes of the past are not repeated in the future, and misperceptions that have been perpetuated in the literature do not go forward into the future. So I think that the ability of our attendees to speak to these people is absolutely invaluable. الان ما با 30 چند هزار نفر آدم مواجه هستیم که اینا مشکلات ریوی دارن، مشکلات چشمی دارن و همینطور ناراحتی‌های پوستی دارن و احتمالاً روی قسمت‌های دیگه بدن اونها هم تأثیرات منفی گذاشته شده، ولی هنوز دانش پزشکی به اون حدی نیست که بتونه اینها رو کشف بکنه. به طور مثال ما تصورمون بر اینه که بر روی سیستم ایمنی این افراد هم تأثیرات منفی گذاشته شده، به دلیل اینکه اینا دچار عفونت‌های غیر معمول میشن و احتمالاً سیستم ایمنی اینا سرکوب شده، نمیتونه پاسخ ایمنی کافی بده. همینطور اینا دچار سرطان‌های مختلف میشن، مثل سرطان ریه که این اثبات شده در تاریخ پزشکی، مثل کارگرانی که در کارخانجات ساخت گاز خردل در ژاپن کار میکردن در جنگ دوم، شیوع سرطان ریه در اینا چند برابر شد و ما الان داریم میبینیم در مصدومین ما سرطان ریه شایع و سرطان های دیگه هم داره اتفاق میفته. هدف ما اینه در مرحله اول یه خورده این عوارضی رو که الان هست تسکینش بدیم و بعد پیشگیری بکنیم که این عوارض تشدید نشه، شدیدتر نشه. ولی نه، درمان قطعی فعلا نیست. پس اینا همطور الان در حقیقت سالیان درازی، شاید 17-18 سال همجور با این بیماری ها دارن زندگی میکنن. بله، و متاسفانه داره پیشرفت میکنه این عوارض. یعنی تحقیقات آمریکایی‌ها در جریان آزمایشات خودشون نشون میده که منتشر شده، نشون میده که عوارض چشمی گاز خردل بین 20 تا 25 سال بعد از تماس به اوج خودش میرسه، در حالی که ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. یعنی ما الان منتظریم که شاید 5 6 سال دیگه با یک سیلی از مصدومینمون مواجه بشیم که از نظر چشمی به وضعیت ناگواری رسیدن. همینطور نشون میده که عوارض ریویشون باز به تدریج پیشرفت میکنه. هزاران نفر بیمار داریم که این هزاران نفر اولا مشکلشون پیچیده است، هزینه های سنگینی برای ما داره، برای کشور ما، و همینطور بچه های اینها، خانواده های اینها همه نگرانن از اینکه چه بیماری هست و آیا این بیماری به اونها هم سرایت میکنه، به نسل بعدی سرایت میکنه. یعنی هنوز شما نمیدونید که آیا اینا به صورت تغییرات ژنتیکی هم به وجود آوردن یا نه؟ نه تنها ما، هیچ کس نمیدونه. حتی مراکز تحقیقاتی آمریکا، انگلیس، اینا همه دارن تحقیقات میکنن ولی هیچ کس نمیدونه. کاری که ما تا حالا انجام دادیم اینه که به این نتیجه رسیدیم که اینها رو نابارور نمیکنه. یعنی قدرت باروری در این مصدومین هست، ولی آیا این قدرت باروری و نسل بعدی که به وجود میاد اونا نسل سالمی هستن یا نه، نمیدونیم. اگر اینکه این نسل دوم سالمن، آیا مطمئن هستیم نسل سوم سالم خواهند بود؟ نمیدونیم. چه بسا مثل مصدومین حوادث هیروشیما و ناکازاکی که هنوز در نسل بعدی داره بعضی از علائم ظهور میکنه، ممکنه این هم یه همچین عارضه‌ای به وجود بیاره، به خاطر اینکه گاز خردل میره و تأثیرات ژنتیکی روی دی ان ای سلول میذاره، بنابراین هر اتفاقی ممکنه بیفته.
it was a very moving experience to come to Iran and to see in reality effects which in the past I had only read about and understood theoretically. And that is, I think, an experience which I see reflected in most of our course attendees. Many of them have a very detailed knowledge of chemical weapons and chemical weapons exposure. But to actually see it and to actually talk to people that are suffering those long-term effects changes one's perspective, and it makes one aware that the effort to eliminate chemical weapons is a valid effort and one with very real benefit for mankind as a whole. این مجموعه قبرها متعلق به خانواده من هستن. از اول پدرمه، داداشمه که 17 سال سن داشت، مادر پدرمه، مادر بزرگم 60 ساله، مادر خودم 45 ساله، برادرم 15 ساله، پایین‌تر خواهرم 4 ساله. بین اون دو تا قبر یه برادر 2 ساله. کلاً از خانواده خودم 9 نفر شهید شدن، 3 تا خواهر، 3 تا برادر، پدرم، مادرم، مادر پدرم، مادر مادرم، میشه 10 تا. به نظر ما چگونگی رفتار دولت‌های اروپایی در رابطه با سلاح‌های کشتار جمعی و در رابطه بمباران شیمیایی سردشت به خصوص، چه معاملات پیدا و پنهانی که داشتن اینا با حکومت بعث عراق در طول دوران دفاع مقدس و بعد از اون تا به حال 15 سال از این واقعه می‌گذره، یه تجارت مرگ بوده اینا انجام دادن. دفاع اروپایی‌ها به خصوص فرانسه و آلمان موقع خودش و کشورهای دیگرم، حالا اگه دست آمریکا توش باشه، اگه انگلیس باشه، اینا وقتی از حکومت عراق پشتیبانی کردن، دفاع کردن، وسایل و تجهیزات در اختیارش گذاشتن، مواد اولیه ساخت سلاح‌های شیمیایی در اختیارش گذاشتن، در مقابل ساخت و انباشت این سلاح‌ها سکوت اختیار کردن و حتی در مورد کاربردش هم اینا هیچی نگفتن و سکوت اختیار کردن و هواپیماهای پیشرفته، موشک‌های دوربرد و دقیق در اختیارش گذاشتن، همه اینا پشتیبانی‌هایی که از یک مستبد و فاشیست در جهان متمدن به اصطلاح امروزی صورت گرفته و اونایی که ادعای حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر رو دارن صورت گرفته و تا همین الان هم دارن مرتب ازش دفاع میکنن. اینم بذارش این برد؟ چرا؟ از توش رد کن دیگه. اینی بازش کنی در غذا بردش کن. نه. خب باشه.